به سلسله برنامه محاکم تمثیلی، گروهی از محصلان بخش حقوق، علوم سیاسی و شرایط پوهنتون بلخ به شهر واشنگتن دی سی آمدند تا در یک رقابت جهانی که محاکم تمثیلی حقوق بین الملل نام دارد شرکت کنند. اگرچه اجازه نیافتیم تا از جریان محکمه گزارش تهیه کنیم، اما با استفاده از فرصت با محصلان افغانی که در این رقابت شرکت کردند گفتگوی انجام دادیم که در این گزارش می‌بینید. گروهی از دانش آموزان بخش حقوق پوهنتون بلخ که برای شرکت در رقابت جهانی جیسب یا محاکم تمثیلی حقوق بین الملل به شهر واشنگتن دی سی آمدند. پوهنتون بلخ که بعد از برنده شدن در سطح ملی امتیاز شرکت در این رقابت جهانی را به دست آورده و دانش آموزان بخش حقوق، علوم سیاسی و شرایط آن اینجا از افغانستان نمایندگی می کنند. برنده شدن ما یا نمایندگی ما از افغانستان در مسابقات بین‌المللی بستگی داشته به زحمت تلاش خود اعضای تیم و حمایت که از طرف استاد ما و از طرف دفتر دی پی کی داشتیم که کمک‌هایی را که اونا بر ما فراهم ساختن و همچنان حمایت مادی و معنوی که از طرف خانواده های خود داشتیم، همه ایش باعث شده که ما بتانیم تیم اول نمره در سطح ملی باشیم تا بتانیم از کشور خود در مسابقات بین‌المللی در واشنگتن دی سی نمایندگی بکنیم. طرح این رقابت توسط فیلیپ سی جیسپ، یکی از قضات امریکایی در محکمه بین‌المللی عدالت، در سال 1960 میلادی ایجاد شد و آهسته آهسته به کشورهای زیادی گسترش یافت. از سال 2009 میلادی بدین سو این برنامه در سطح پوهنتون‌های افغانستان نیز برگزار می‌گردد و برنده آن به این رقابت راه می‌یابد. خب این برنامه یک فصل مشخص دارد که در حدود 6 ماه یا 7 ماه محصلین روی دی برنامه کار می‌کنند، از هر پوهنتون از هر کشوری که هستند و تمام تیم‌ها روی یک قضیه مشخص و واحد کار می‌کنند. و این قضیه در اول هم شروع فصل هم مسابقه از طرف مؤسسه محصلین حقوق بین الملل که مقرش در شیکاگو است، از طرف این مؤسسه از طرف این سازمان قضیه نشر میشه و محصلین تحقیق و بررسی و کار خود از سر این قضیه شروع میکنن تا مدت 6 ماه 7 ماه و در بعد اول در راوندهای داخلی در بین خود کشور مسابقه میتن تا که جواز حضور در مسابقه بین الملل را در واشنگتن دی سی پیدا کنن و در آخر فصل که طوری که ما شما در مرحله بین المللی مسابقه قرار داریم، تیم‌ها به نمونه کشورشان شرکت میکنند اینجا تا که به رقابت بپردازند. همایون رحیمی، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون بلخ که رهبری این گروه را بر عهده دارد، میگوید حضور محصلان افغان در این رقابت ها در بلند بردن سطح آگاهی آنان تاثیر بسزایی داشته است. برنامه محاکم تمثیلی حقوق بین الملل از هر لحاظ تاثیر مثبت سر از اینا دارد. مثلا میتونه که تانسته که محصلین حقوق با مفاهیم و قواعد حقوق بین الملل که بسیار زیاد وسیع و همه جانبه است آشنا بسازه، که اینا طی 6 ماه با بسیار جزئیات از اینا رو مطالعه کردن، منابع مختلف استفاده کردن، از کتاب های مختلف و سایت های مختلف اینا استفاده کردن تا دانش حقوقی از اینا به حدی که لازم است بالا رفتن. با دو تیمی که در دو روز گذشته با کشور روسیه و خود یکی از پوهنتون‌های آمریکا داشتیم، این احساس کردیم که بله ما هم میتونیم. یعنی توقع می رفت که ما مثلا در مقابل یک تیم آمریکایی که از سطح ایالات متحده در از بین مثلا 34 دانشگاه که بزرگترین دانشگاه ها هستن میایند در مقابل ما استاد میشن، توقع می رفت که خیلی زیاد قوی اونا ظاهر شوند، اما دیدیم که نه، ما از پسش برآمده میتونیم. اگرچه نتایج نهایی این رقابت تا هنوز معلوم نیست و این هم روشن نیست که افغانستان چه دستاوردی خواهد داشت، اما نماینده های افغانستان از تجاربی که آموختند خرسند به نظر می رسند. عملا به عنوان یک نماینده در مقابل محکمه بین المللی عدالت استاده میشیم و امروز به عنوان یک محصل برای من اعتماد به نفس داده شده، این توانایی داده شده، این نیرو و قدرت داده شده که من میتونم در مقابل محکمه بین المللی عدالت از کشور خود دفاع کنم اگر یک روزی به عنوان نماینده بخوایم برم.